سخنران بعدی ما خانم نادیا زابهی هستند. خانم نادیا زابهی فعال ایرانی کانادایی حقوق بشر، زنان، دگرباشان جنسی و جنسیتی هستند. مدرک خانم زابهی فوق لیسانس مهندسی برق مخابرات از کانادا می باشد. هماهنگ کننده شبکه بین المللی زنان کویر در رشته مهندسی در سوئد استکهلم، عضو هیئت انتخابات، هیئت مدیره سازمان حمایت از حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی سوئد هستم. مدیر مسئول روابط عمومی دومین کنفرانس وم انکوریج در حال برگزاری توسط Association of Computer Machinery in Europe هستم. از خانم زابهی خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو شروع کنن. ممنونم از این فرصت و از این پنل بسیار خوب با موضوع خشونت و تبعیض علیه زنان از جنبه‌های مختلف. مسئله تبعیض و خشونت بر علیه زنان رو دوستان به تفصیل مطرح کردن. در اینجا من میخوام موضوع خشونت و تبعیض علیه زنان همجنسخواه و یا خشونت و تبعیض بر اساس هویت جنسی زنان رو در ایران مطرح بکنم. همونطور که میدانید در ایران همجنسخواهی جرم‌انگاری شده و قوانینی برای حمایت از آن وجود ندارد. این امر در کنار ساختار مردسالار جامعه ایران که به خودی خود مقاومت و چالش‌های زیادی را بر حضور زنان، حضور برابر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تحمیل می‌کند، بر مشکلات زنان همجنسخواه می‌افزاید. در بسیاری از موارد همجنسگرا ستیزی و هراسی و همچنین عقاید مذهبی و سنتی که چنین روابطی را آلوده به گناه و غیر اخلاقی می‌دانند، به برخوردهای خشونتبار و تبعیض‌آمیز بسیاری منجر می‌شوند. مفروض کردن نقش زن خانه، همسر وفادار و با حیای یک مرد بودن و نیز مفروض کردن خانواده به عنوان ساختاری متشکل از یک زن و یک مرد، روال منطقی تفکر پیرامون همجنسخواهی را به شدت زیر سوال می‌برد. زنان همجنسخواه بدون داشتن پشتوانه قانونی، آموزشی و یا اجتماعی که از زندگی خصوصی و انتخاب‌های آنها در داشتن رابطه همجنسخواهانه حمایت کند، مجبور به انکار هویت جنسی خود و گاهن تن دادن به ازدواج اجباری است. ازدواج اجباری در اکثر اوقات روشی برای تحمیل ساختارهای سنتی بر این زنان و تصحیح رفتارهای همجنسخواهانه‌شان محسوب می‌شود. ضرب و شتم فیزیکی، منع از فعالیت اجتماعی، کار و تحصیل و معاشرت با دوستان، کنترل شدید و حتی معرفی به قانون از جمله برخوردهایی است که خانواده این فرد و افراد در پاسخ به همجنس خواه بودن عضوی زن از خانواده از خود نشان می‌دهند. طبق قوانین اسلامی به موجب ماده 129 قانون مجازات اسلامی، مجازات مساحقه یا داشتن رابطه جنسی همجنسخواهانه بین دو زن 100 ضربه شلاق است. در مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان یا غیر مسلمان بودن این دو نفر وجود ندارد. به موجب ماده 131 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مساحقه 3 بار تکرار شود و بعد از هر بار مرتکب 100 ضربه شلاق بخورد، در مرتبه چهارم مجازات او قتل است. جالب آن که در مساحقه برای شهادت زنان فاقد اعتبار هستند. با آنکه موضوع جرم کاملا زنان است و مسئله اقرار به شهادت باید توسط 4 مرد عادل صورت بگیرد. به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی، هرگاه 2 زن بدون آنکه با یکدیگر خیشاوندی نسبی داشته باشند، بدون ضرورت در زیر یک پوشش برهنه قرار بگیرند، تا 99 ضربه شلاق می‌خورند. در صورت تکرار در مرتبه سوم به هر 100 تازیانه زده می‌شود. قانون در این باره که آیا در صورت تکرار این جرم حکم قتل صادر می‌شود یا نه، موضوع را مسکوت گذاشته است. اما به نظر می‌رسد قضات می‌توانند با استفاده از سایر موارد قانونی و مفاد قانونی در صورت تکرار این جرم حکم قتل را صادر کنند. با وجود شرایط فوق، کشف همجنسخواهی زنان توسط کارفرما، حراست دانشگاه محل تحصیل و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نیروی انتظامی می‌تواند اخراج از کار، محرومیت از تحصیل، تحویل به مقامات قضایی و در نتیجه تبعات جانی در بر داشته باشد. به دلیل شرایط فوق، بسیاری از زنان همجنسخواه
به پناهجویی و مهاجرت به عنوان راه فراری از شرایط موجود در ایران و فعال کردن پناهندگی به UNHCR متوسل می شوند. در کیس پناهجویی، فرد همجنسخواه لازم است به یکی از کشورهای همسایه جهت مراجعه کردن به و فایل درخواست پناهندگی خود مراجعه کند. حضور در کشور ترانزیت غالباً با مشکلات مالی، زمان انتظار طولانی و همچنین احتمال مواجهه با همجنسگرا ستیزی و هراسی در کنار خارجی ستیزی به همراه است. افراد همجنسخواه لازم است تمامی مدارکی که دلیل و اثبات همجنسخواه بودن آنهاست را به کمیساریای عالی سازمان ملل ارائه کرده و دلایل خود را برای لزوم ترک ایران اظهار کنند که خود بسیار کار مشکل است. اما زندگی پس از پناهندگی و مهاجرت در کشور مقصد لزوماً آسان‌تر از ایران نیست. لازم است یادآور شوم که در زمان زیادی که زمان زیادی از تصویب قطعنامه جهت حمایت از همجنسگرایان و رفع تبعیض خشونت نسبت به آنها در سازمان ملل نمی‌گذرد و همانطور که شاهد هستیم مبارزه برای احقاق حقوق همجنسگرایان و رفع تبعیض از آنها در سراسر دنیا همچنان در جریان است. در بسیاری از موارد همجنسخواهان زن ایرانی پس از مهاجرت و پناهندگی به دلیل خارجی بودن و همجنسخواه بودن مورد خشونت و تبعیض‌های پنهان و آشکاری قرار می‌گیرند. شرایطی که با بسته بودن راهشان به وطن و تنهایی و تازه واردی در کشور جدید اصلاً آسان نیست. من نمونه یکی از این افراد هستم. زنی مهاجر که در کشور محل زندگی هم مورد خشونت و تبعیض قرار گرفتم و همچنین در کشوری که به آنها مهاجرت کردم. نمونه های بسیاری از خشونت کلامی و فیزیکی بر اساس تنفر و همجنسگرا ستیزی و هراسی توسط زنان همجنسخواه پناهجو و مهاجر در کشورهای مقصد گزارش شدند که شرح تفصیل آنها از حوصله این جلسه خارج است. در عوض من از همکاران خواهش می‌کنم که ویدئویی که در مورد اعمال خشونت و تنفر و تبعیض نسبت به خودم اعمال شد در سوئد برای شما پخش بکنم. مرسی. Kommit erbjudande om en plats på Ericssons huvudkontor i Stockholm och hon bestämde sig för att flytta. Men tillvaron med de manliga kollegorna här i Sverige utvecklas till en mardröm för Nadia Zavehi. They had a lecture around women, how they're less than them and in every possible way they just make them frustrated, they're one third of their intellectual capacity and if somebody asked them, if a woman asked them, what are you thinking about, they would respond, fuck off, you don't understand my thoughts. Hon vill inte prata om sin sexuella läggning på arbetet, men kommentarer kommer och utvecklas till dagliga trakasserier med ständiga sexuella inviter från kollegorna. In a coffee break where there were 9 men and me and my manager, who is another female in that team, were sitting, they were talking about my sexual orientation and the potential that I may be gay, and it was very uncomfortable. Men fika med arbetskamrater är frivilligt. Nadia kan välja att inte delta om hon känner sig trakasserad, skriver en av cheferna i ett mejl. Till slut så vänder sig Nadia Zavehi till facket för att få stöd. I det här ärendet så vet jag att klubben har stöttat medlemmar genom att också krävt en utredning eller sett till så att arbetsgivaren har gjort en utredning. Enligt facket så visade Ericssons utredning att det inte fanns tillräckligt med bevis för att säga att Nadia Sabe blivit sexuellt trakasserad på jobbet. Men den utredningen har hon själv inte fått läsa och det får inte heller vi på SVT göra. Och någon intervju, det vill Eriksson inte ställa upp på. Nadia Zavehi blir sjukskriven. I mars, när hon fortfarande är sjukskriven på grund av kränkningarna, får hon veta att hon får sparken. Hänvisningen är arbetsbrist och de nedskärningar som gör att många andra också måste gå inom Ericsson. Men Nadia är den enda på sin avdelning som avskedas. Ny publicerad statistik från EU visar dock att Nadia Zavehi knappast är ensam om sin erfarenhet. Nästan var femte HBT-person i Sverige har upplevt diskriminering på jobbet under det senaste året. Det är ju stora problem för företag så att säga om personer upplever att de inte kan vara verksamma och inte bidra med sin kompetens på grund av att man till exempel trakasseras för sin sexuella läggning eller sitt kön. I know there are people who are not comfortable in that environment and they just don't speak up.
I was motivated and ambitious and passionate about my job. Now I can find that passion elsewhere in a different company, which I can get a fair and respectful environment. But I think it's a pity that Ericsson may have such a situation and not know that it exists. Det var rubriker. خیلی ممنون. من فقط توضیح بدم که متاسفانه به دلیل سوادی بودن مصاحبه و متن من نتونستم وقت نشد که زیرنویس فارسی یا انگلیسی بذارم. این مصاحبه در سال 2013 جولای پیش از پراید استاکوم انجام شد، بعد از اخراج من از شرکت اریکسون به دلیل زن بودن و هویت جنسی و خارجی بودن. و در اینجا مسئول سازمان حمایت از حقوق دگرباشان جنسی یا پرزیدنتشون صحبت میکنه و در واقع مسئله تبعیض نسبت به همجنسگراها رو مسئله جدی مهمی دونه، بدون توجه به در واقع قابلیت های کاری افراد. خیلی ها مورد تبعیض قرار میگیرن به خاطر همین. و همینطور مسئول نماینده میگن کنسول کارگری یونیون میشه، سندیکای کارگری، که باز در واقع صحه میذاره که من همه اطلاعاتو در اختیارشون گذاشته بودم و این اتفاقات افتاده. ممنونم.